بریم به استادیوم 100,000 نفری و قسمت هایی از بازی رو ببینیم. در بین به اصطلاح تصاویر من مجددا خدمتتون برمیگردم تا کم کم موارد مهم، نه این ظاهر قضیه رو، با همدیگه نگاه بکنیم و با همدیگه احتمالاً به یک نتیجه مشترک برسیم. صحنه‌هایی از بازی تراکتور سازی و پرسپولیس رو می‌بینیم. البته نمی‌دونم در قسمت اول اون تیکه ناجور یا نه، ولی چه باشه چه نباشه به هر حال پخش میشه خدمتتون. من ابتداً خواهش می‌کنم از دوستان، ما البته سعی کردیم خیلی کوتاه فقط به خاطر اینکه موضوع رو بتونیم درست بررسی بکنیم، همون تصاویری رو که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده ما هم پخش بکنیم. من خواهش میکنم اگر بچه‌های کم سن و سال پای تلویزیون نشستند، پدر و مادرانشون اونجور که صلاح میدانند عمل بکنن، یا بگن که نگاه نکنن، یا به هر حال اون چه که خودشون تشخیص میدن رو انجام بکنن. من فقط به عنوان یک تذکر میگم که بعضی از صداهایی که شنیده میشه صداهای مقبولی نیست، منتها نمیدونم در این قسمت اول یا بعدیش. در برابر تیم تراکتور سازی تبریز تیمش رو ارنج کرده. من بازیکن تیم حضورتون معرفی میکنم. هین مسابقه البته کامل دیگه پیمان یوسفی صحبت کرد در مورد بازیکن ترکیب دو تیم قرار گرفتن. دو بازیکن خارجی آغازگر بازی خواهند بود، اولرام و کرار جاسم، که آغازگر مسابقه خواهند بود. توپ جدیدی که در مسابقات لیگ برتر مورد استفاده قرار میگیره و بطری های آبی که بدجوری داره پرتاب میشه در زلی که تماشاگران استقلال حاضر هستن، همینجور بطری آب داره پرتاب میشه به سمت عکاسا. الان عکاسا وسط زمینند. شما نیمکت تیم پرسپولیس رو منظم کردن، یه سری عکاس اینقدر بطری آب سمتشون داره پرتاب میشه که عکاسا رفتن وسط زمین و حالا این تصویر دیگه کاملا گویاست که چه اتفاقاتی داره اونجا رخ میده. یه نیم ساعت یه ساعت اخیر که اتفاقا من خیلی زودتر اومدم ورزشگاه، اینجا مدام پرتاب این بطری آب رو داشتیم. خیلی هم زیاد بطری آب همراه خودشون آوردن، چون هرچی میندازن تموم نمیشه. چندین بار پیست تارتان رو خالی کردن مسئولان برگزاری، اما کماکان این بطری ها همینجور با سرعت و شدت هرچه تمامتر به سمت عکاسان، به سمت مامورینی که اونجا هستند روانه میشه. به هر حال میتونیم این اتفاقات رخ نده. بینندگان عزیز، من فکر میکنم اگر آقای فردوسی پور اشاره نکرده بود به اینکه یه گوشه ای دارن بطری پرتاب میکنن و ساندیس پرتاب میکنن، اصلا فکر نمیکنم تلویزیون این رو نشون میداد. یکی از تفاوت های فردوسی پور با بسیاری از دوستان همکارش در همینه که صداقت سعی میکنه که تا حد امکان داشته باشه. و حالا این رو من در ادامه تحلیلم به نوعی خدمت شما میتونم حتی ثابت بکنم. او این اشاره رو کرد، بعد کارگردان به هر حال وقتی که مجریش داره راجبه یه چیزی صحبت میکنه ناگزیره که تصویری رو نشون بده. در نتیجه شاید به نوعی باید بگیم که او خیلی در اینجا خوب عمل کرده که حداقل این مسئله بیاد رو که چه اتفاقی داشته میافتاده. بازی دنبال میشه دیگه، بعید اتفاق خاصی در نیمه اول رخ بده. زمین بلند به زمین حریف، اونجا علیرضا محمد توپ میگیره، محمد نوری پشت محمد تایجایی و پای چپ زمین رو میزنه که توپ در اختیار میگیره مهدی ثابتی. دیگه بعد تو بشتری و از مسعود مرادی اتفاق رخ میده. نیمه اول باید چه سف سف مساوی به پایان میرسه. حضورتون ارز کنم که اون صحنه بعد از صحبت‌های من خواهد بود و همینجا خواهش میکنم که
اگر به خصوص بچه های خیلی نوجوان پای تلویزیون هستن، بهتره که دقایقی رو نباشن که خدای نکرده این فحاشی ها رو حداقل اونا نشنون. هرچند که 70 میلیون ایرانی در داخل ایران اینها رو شنیدند. شاید هم به نوعی برماست که دیگه هی لاپوشونی نکنی. هی نگیم که تماشاگر نما نمیدونم فلان و بهمدان. این است که بریم و گل تیم پرسپولیس رو ببینیم و آنچه که از اون به بعد اتفاق افتاد رو. خب سلام مجدد عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند. آغاز میکنیم گزارش نیمه دوم دیدار تیم های پرسپولیس و ترکتورسازی تبریز در شدی که نیمه اول بدون گل مساوی به پایان رسید. ببینیم در نیمه دوم وضعیت چگونه خواهد شد. اتفاقی که در نیمه دوم رخ داده، کفشای مازیارزاد رنگش عوض شده تا با بقیه بازیکن شاید بتونیم به این طریق هماهنگ‌تر بشه. این بازیکن مازیارزاد گوشه زمین، جلال اکبری از این بازیکن عبور میکنه، خود جلال اکبری وارد محوطه میشه و توپی که توی دروازه قرار میگیره، گل برای تیم پرسپولیس توسط غلامرضا رضایی زده میشه. یک بر صفر برای پرسپولیس. شروع رویایی پرسپولیس در ابتدای نیمه دوم و در همون دقیقه اول این تیم به گل میرسه. خوب کار کرد جلال اکبری و غلامرضا رضایی حساب کار را یک بر صفر میکنه. یک بر صفر رفع پرسپولیس. پاس عالی از جلال اکبری، نفوذ خوب او و ضربه که غلامرضا رضایی به اولین گل پرسپولیس در رقابت این فصل تبدیل میکنه. ببینیم واکنش تراکتور سازی چه خواهد بود در قبال این گل. غلامرضا رضایی پشت محوطه جریمه و خطا به نفع پرسپولیس که نیمه دوم خوب داره بازی میکنه. این هستش که خطا انجام شد برای غلامرضا رضایی. پشت محوطه جریمه دروازه به تیم پرسپولیس کریم باقری و این بار به نظر میسی که مازیارزاد زاره میخواد ضربش رو بزنه. در فواصل نزدیکتر محمد نوری هم خوب میزنه ضربات آزاد و صحبت میکنه مهدی ثابتی با مدافعان تیمش. فاصله فکر چیزی بوده 25-6 متر باشه تا خط دروازه. محمد نصرتی، اولرام کرار جاسه و خطیه حجتو قرار گرفته هم میکارم برای مازیار زاره که ضربش از کنار دروازه به بیرون میره. فصل متوسطی رو در امارات سپری کرد، اماراتی که دیگه هیچ بازیکن ایرانی در اون حضور نداره، همه یا خودشون اومدن یا دیپورت شدن و الان در لیگ ایران مشغول بازی هستن. پاس در اومد محمد نصرتی، خطی بعد از مدت ها صاحب توپ میشه. کراجاسه پشت محوطه جریمه یه موقع یه شوت زمینی و توپ کرد کنار دروازه به بیرون میره. این لحظه ضربه ایست که ابراهیمی ضربه رو زد، توپش از کنار دروازه به بیرون میره. بازی رو علیرضا حقیقی باید آغاز کنه. محمد نصرتی آقا میندازه، رسول خطیبی تو خوب کنترل میکنه در محوطه جریمه. تکلیف سیاه خوب شیس رضایی بدون خطا توپو میگیره. اکبری مازیار زاره